همیهنان گرامی، بینندگان عزیز، سلام بر شما. در روز 26 خرداد 1386 در چهارمین سالگرد 17 ژوئن، ژاک شیراک کاخ الیزه را پس از 12 سال ترک کرد و عهدش به پایان رسید. با کنار رفتن شیراک و نخست وزیرش دوویلپن، رژیم آخوندها متحد اصلی خود در اروپا را از دست داد. در سال 86 رژیم آخوندی از 6 جهت در برابر تغییرات جدی و تحولات کیفی قرار گرفت. یعنی از بابت ریزش و انقباض درونی، از بابت تحریم‌های اقتصادی و قطعنامه‌های بین المللی، از بابت لیست گذاری تروریستی و کشتار جمعی، از بابت بن‌بست در عراق، از بابت سیاست اروپایی و از دور خارج شدن یک متحد کلیدی مثل آقای شیراک و چرخش اخیر اتحادیه اروپا در مورد انتخابات در ایران، و سرانجام از بابت موقعیت و پیشرفت‌های مقاومت در داخل و خارج کشور. اما در جبهه مردم و مقاومت و در جبهه آزادی خواهان و مجاهدان آزادی گفتم که سال 86 سال پیشرفت و اعتلا بود، به نحوی که امروز میشه گفت که بزرگترین پروژه ارتجاعی و استعماری برای حفظ رژیم و انهدام مقاومت مردم ایران از هم پاشیده شد. فرجام عبرت انگیز پرونده سازان 17 ژوئن موضوع گزارش امشب ماست. دو روز بعد از کنار رفتن ژاک شیراک، آلن جوپه نخست وزیر سابق او از بازپرسی قریب الوقوع شیراک در دادگاه خبر داد. روز سوم تیر 86 روزنامه پاریزیان چاپ پاریس نوشت ژاک شیراک در کادر پرونده مشاغل جعلی شهرداری پاریس توسط قاضی نانتر احضار شده است. روزنامه لیبراسیون در روز پنجشنبه 28 تیر نوشت ژاک شیراک در رابطه با پرونده شغل‌های جعلی حزب سابقش توسط یک قاضی مورد بازپرسی قرار گرفت. روز 3 تیر 86 تلویزیون BFM طی گزارشی از بازپرسی ژاک شیراک گفت در تاریخ جمهوری پنجم این اولین باری است که یک رئیس جمهور سابق توسط یک قاضی مورد بازپرسی قرار می‌گیرد. مانوئل والز نماینده مجلس فرانسه از حزب سوسیالیست گفت اگر وی مورد بازپرسی قرار نمی‌گرفت این امری غیر عادی محسوب می‌شد. روزنامه فیگارو در 3 تیر 86 نوشت در اومپ حزب حاکم فرانسه هیچ کس به خاطر مورد بازپرسی قرار گرفتن شیراک متاثر نشد. سالهای شیراک به پایان رسیده و از همکنون فراموش شدن. روز پنجشنبه اومپ در سکوت به سر می‌برد. البته این امر برای حزبی که از خیلی وقت پیش از بنیانگذار خودش فاصله گرفته تعجب برانگیز نیست. کلود گواسکن نماینده پاریس در مجلس از حزب اومپ گفت رئیس جمهور سابق یک شهروند مانند دیگران است. فیگارو افزود از روز 16 می ژاک شیراک به ندرت در انظار عموم ظاهر شده است. طبعا گذراندن دوران کنونی برای شیراک دشوار است. دوستان دیروز به جز موارد استثنایی از وی فاصله می گیرند. Depuis des années, on le croyait intouchable. À 12h20, l'avocat de Jacques Chirac sort du pôle financier et ce qu'il annonce, c'est une première en France pour un ancien président. L'audition a commencé ce matin à 8h30 et à l'issue de cette audition, M. Jacques Chirac a été mis en examen pour détournement de conflit. La télévision ایتلی فرانسه در روز اول آذر 1386 گزارش داد سالها بود که ژاک شیراک دست نیافتنی به نظر می رسید. اما ساعت 12:20 دقیقه چهارشنبه وکیل ژاک شیراک از شعبه مالی خارج می شود و برای اولین بار در فرانسه موضوعی را در مورد یک رئیس جمهور سابق اعلام می کند. بازپرسی ساعت 8:30 صبح شروع شد و
در پایان این بازپرسی آقای ژاک شیراک به جرم اختلاس اموال عمومی تحت پیگرد قرار گرفت. روزنامه فرانسوی دیرکسوار در صفحه اول خود با درج تصویری از شیراک نوشت ژاک شیراک تحت تعقیب قرار گرفت. پیش از این روزنامه دیلی تلگراف در شماره پنجم خرداد 86 خود نوشته بود مقام هایی که بر سر پرونده موسوم به کلیر استریم تحقیق می کنند به مدارکی از سرویس های مخفی دست یافتند و نشان می دهد ژاک شیراک حدود 45 میلیون یورو را به طور مخفی در ژاپن نگهداری می کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در 14 شهریور 86 کلود شیراک، دختر ژاک شیراک، رئیس جمهور سابق فرانسه نیز به خاطر فساد مالی دوران تصدی پدرش به عنوان شهردار پاریس تحت بازپرسی قرار گرفته است. یک قاضی فرانسوی از پلیس ضد کلاهبرداری خواست تا به عنوان بخشی از بررسی اتهام کلاهبرداری مالی حزبی از دختر شیراک بازجویی کند. او که 44 ساله می باشند به عنوان مشاور ارتباطی پدرش در شهرداری پاریس عمل می‌کرد. خبرگزاری فرانسه در روز ششم شهریور 1386 با اشاره به اظهارات سارکوزی رئیس جمهور فرانسه مبنی بر اینکه این کشور مصمم است اجازه ندهد رژیم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد تأکید کرد این اظهارات مغایر مواضع ژاک شیراک می‌باشد که در ماه فوریه طی مصاحبه‌ای گفت یک ایران مسلح به سلاح اتمی ممکن است اجتناب ناپذیر باشد و موجب بخت و حیرت در پایتخت‌های غربی که خط سرسختانه علیه تهران دارند گردید. غرامت، فضاحت و آمادگی برای محاکمه. سرانجام در تاریخ 16/6/89 روزنامه فیگارو نوشت دفتر سیاسی حزب UMP امشب یک جلسه خواهد داشت و در این جلسه توافق حاصل شده میان وکیلان ژاک شیراک و شهرداری پاریس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس این توافق قرار شده است که در چارچوب پرونده شغل‌های پوشالی در شهرداری پاریس در دوران صدارت ژاک شیراک مبلغ 2,200,000 یورو به شهرداری پاریس غرامت پرداخت بشود. 1,650,000 یورو از این مبلغ توسط حزب UMP پرداخت خواهد شد، مابقی توسط شخص ژاک شیراک پرداخت خواهد شد. خبرگزاری ایلنا نیز در تاریخ 31/6/89 اعلام کرد ژاک شیراک سال آینده میلادی در فرانسه به اتهام اختلاس محاکمه می شود. اتهامی که در صورت اثبات می تواند وی را با 10 سال حبس و $200,000 جریمه نقدی روبرو کند.
اما در مورد ژان لوی بروگیر ژورنال دو دیمانش در دوم سپتامبر 2007 تحت عنوان در سایه آدمیرال که شهرت طعن‌آمیز بروگیر در محافل دادگستری بود نوشت: در سالهای اخیر ستاره آدمیرال به صورت عجیبی رنگ باخته است. امروز چندین مقام قضایی و پلیس به صورت ناشناس به پرونده های اشاره می کنند که راکت مانده. پرونده هایی که گاه به جای آن که روی آنها بر اساس نتایج تحقیقات عمل شود، بر اساس دستورالعمل اقدام شده است و اصلا قابل جمع و جور کردن نیستند. مانند پرونده سیلاسای مجاهدین خلقی، یک مسئول پلیس که تنش به تن بروگیر خورده است، این حکم بیترجام را در مورد او صادر می کند که بروگیر به لحاظ انسانی نفرت انگیز است و به لحاظ حرفه‌ای می توان کارش را زیر علامت سوال برده. الان که وی رفته است، اوضاع تنها می تواند بهتر از این بشود. شاید از این پس عملیات کمتری داشته باشیم که فقط به خاطر نشان دادن ضرب شست‌های مطبوعاتی در مورد آنها تصمیم گیری شده باشد. ژورنال دو دیمان جفسود. یک فرد کارکشته سرویس‌های اطلاعاتی می‌گوید بروگیر به مدت طولانی مبارزه ضد تروریستی را به لحاظ مطبوعاتی به فروش گذاشت، در حالی که همزمان همکاران او در حال تحقیق روی پرونده‌ها بودند. ولی امروز سیستم با او یا بدون او بهتر کار می‌کند. رادیو فرانس انفو در 28 نوامبر 2007 اعلام کرد ژان لوی بروگیر تحت فشار قرار می‌گیرد. روز چهارشنبه قاضی سابق ضد تروریستی ژان لوی بروگیر که به عنوان شاهد در دادگاه ایوان کلونا جدایی طلب کورس متهم به قتل استاندار اریناک شرکت کرده بود تحت فشار قرار گرفت. وکلای مدافع شیوه ها و نحوه اداره تحقیقات توسط بروگیر درباره قتل استاندار کورس در سال 1998 را افشا کرد. در حین سوال و جواب از ژان لوی بروگیر، او ناگهان لحن خود را بالا برد و پرسید: آیا می خواهید بگویید که قصد سوء استفاده از آدم ها وجود داشته است؟ اما وکیل سولاکارو او را به سکوت فراخواند و گفت: اینجا من هستم که سوال می کنم و شما فقط به آن جواب می دهید. چندی بعد مجدداً لحن گفتگو میان بروگیر و وکیل سولاکارو شدید شد و وکیل به حالت اختتامیه به بروگیر گفت: پاسخ دادن به سوالات مشکل هان آقای باسپورس؟ سوال کردن راحت تر از پاسخ دادن است، نه؟ اما ما سوالها را به طور علنی مطرح می کنیم، نه در خفای اتاق یک اداره. روزنامه لیبراسیون در 24 اوت 2010 در مطلبی تحت عنوان کلانتر و غلافش به قلم پاتریسیا تورانشو درباره باسپورس بروگیر نوشت: فرود در شعله. این باسپورس که عنوان خودخوانده وحشت تروریست ها را بر خود گذاشته بود به مضحکه نزدیک شد و متعاقبا در تلاشش برای کسب کرسی پارلمان شکست خورد. روزنامه فرانسوی لیبراسیون در این مقاله می نویسد: این بازپرس معتاد به ژئوپلیتیک و دیپلماسی تصور می کرد که باید پست سفیر فرانسه یا ریاست ضد جاسوسی فرانسه به او واگذار شود. اما احزاب راست که در انتخابات پیروز شدند، حاضر نشدند نه پست ضد جاسوسی، نه ژاندارمری و نه حتی پست دادستانی شهر نانتر را به بروگیر بدهند. لیبراسیون در ادامه این مقاله با تأکید بر رسوایی ها و اقدامات انزجارآمیز ژان لوی بروگیر می نویسد: عدم اشراف به پرونده ها، دست باز به خود دادن در پروسدورها، کندی در رسیدگی ها از شیوه های اوست که همواره مورد انتقاد قرار می گیرند.
یک قاضی فرانسوی درباره بروگیر میگوید او همواره نسبت به طرفداران حقوق بشر نفرت دارد. لیبراسیون که این مقاله را با عنوان کلانتر و غلافش درباره ژان لوی بروگیر درج کرده است می نویسد کلانتر ما که در قرن بیستم اعتبار خود را از دست داده بود با سوءقصد های القاعده در نیویورک مجدداً به صحنه بین المللی پرید و تمایل دارد که همیشه خودش را همصحبت بزرگان قلمداد کند. اما سرانجام او در تلاشش برای کسب کرسی پارلمان شکست خورد، هرچند مثل همیشه به روی خود نیاورد و گفت من با شرایط بسیار سختری هم روبرو بودم. مثلا در سال 1989 در کشور چاد شلیک تیرها نزدیک بود به من اصابت کنند. در ماه می 2011 یک رسوایی دیگر از رسوایی های بروگیر در فرانسه مطرح شد. روزنامه پاریزیان شماره 16 می 2011 26 اردیبهشت 1390 مقاله‌ای تحت عنوان بازپرس بروگیر در سیخ کباب درباره یک رسوایی جدید برای بازپرس بروگیر که به نقش وی در منحرف کردن پرونده جنجالی قتل 11 فرانسوی در جریان یک حمله تروریستی در کراچی پاکستان بازی کرده است. در این پرونده شیراک و دولتش متهم هستند که به خاطر تقلب در یک معامله تسلیحاتی با دلالان سلاح و سرویس های پاکستان باعث شدند تروریست ها به یک کارخانه کشتی سازی در کراچی حمله کرده و 11 مهندس فرانسوی را به قتل برسانند. در این رابطه خانواده های مهندسان فرانسوی علیه مسئولان دولت شیراک شکایت کردند و پرونده پرسر و صدایی در دادگستری فرانسه تشکیل شده است. اتهام جدید مطرح شده در مورد بروگیر این است که وی با انحراف این پرونده به سمت دیگری تلاش کرده تا دولت شیراک را در ببرد. پاریزیان می نویسد قاضی ضد تروریست مارک ترویدیک که اکنون مسئول تحقیقات درباره سوءقصد کراچی می باشد، سوءقصدی که در 8 مه 2002 موجب مرگ 14 تن به ویژه 11 مهندس فرانسوی در کارخانه کشتی سازی فرانسه شد، قرار است امروز از کسی استماع کند که قبلا اختیار این پرونده در دستش بوده است، همکار سابقش ژان لوی بروگیر. انتظار می رود رویارویی بین دو قاضی تحقیق همراه با تنش باشد. به درخواست ژیل سانسون یکی از بازماندگان انفجار قرار است یک سؤال خیلی دست و پاگیر از ژان لوی بروگیر پرسیده شود. این سؤال در چند کلمه خلاصه می شود: چه داده هایی به بازپرس بروگیر اجازه داد که در آن زمان بگوید این سوءقصد کار القاعده بوده است؟ پاریزیان در ادامه زیر عنوان او ممکن است از منافع سیاسی حفاظت کرده باشد می نویسد طرح این سؤال از بروگیر دو چندان دست و پاگیر شده است، زیرا از زمانی که تحقیقات به وسیله مارک ترویدیک به پیش برده می شود می دانیم که باید عاملین این کشتار را در طرف سرویس های اطلاعاتی پاکستان دنبال کرد. در آن زمان به مناسبت جلسه میان طرفهای شاکی خصوصی و ژان لوی بروگیر که مسئول تحقیقات بود، ژیل سانسون این سوال را از قاضی پرسید: آیا شما می توانید تایید کنید که سوءقصد کار یک انتحاری بوده است؟ بروگیر جواب داد: بله، من یقین دارم. در اتاق دادگاه پاریس، جایی که این جلسه برگزار شد، هیچ کس حرفی نزد. نه نمایندگان کارخانه کشتی سازی، نه بازماندگان، نه بیوه های قربانیان. ژیل سانسون به یاد می آورد و می گوید در آن زمان بروگیر برای ما چهره ضد تروریسم بود که می توانستیم روی آن تکیه کنیم.
شهرتی که اکنون خدشه‌دار شده است. جانشین بروگیر قاضی مارک ترویدیک که سرنخ القاعده را کنار گذاشته است، اکنون دنبال ارتباط میان سوء قصد و تصمیم رئیس جمهور ژاک شیراک در سال 1995 می باشد، زمانی که او خواهان خاتمه دادن به پرداخت رشوه های نامرئی در حاشیه انعقاد قرارداد تسلیحاتی بین فرانسه و پاکستان شد. روز سه‌شنبه ژیل سانسون در نامه به مارک ترویدیک نوشت: می خواهم قاضی ترویدیک از بروگیر بپرسد چه دلایلی داشته است که اینقدر مطمئن باشد. اگر ضروری است حاضرم در این رابطه مورد استماع قرار بگیرم. سوال مطرح شده توسط ژیل سانسون به معنی این سوال است که آیا به دلیل ملاحظه حکومتی بروگیر در پی حفاظت از بعضی منافع سیاسی فرانسه بوده است؟ در ماه مارس 2007 بروگیر در انتخابات مجلس در لوتگارن از طرف حزب UMP شرکت کرد اما شکست خورد. اما تازه ترین توصیف در مورد بروگیر بسیار گویاست. لوموند در تاریخ 17/5/2011 درباره روش قضاوت بروگیر نوشت: ژان لوی بروگیر برای منتقدان خود سمبل قضایی نمایشی بود. او علاوه بر سفرهای متعدد به کشورهای خارج، جهت معرفی بیشتر خود و یافتن شبکه‌های تازه‌ای از دوستان و آشنایان به ویژه در ایالات متحده که از یک شهرت مثبت برخوردار بود و یا شرکت در کنفرانس‌های متعدد یا سخنرانی، گاه در برخی پرونده‌ها به بازداشت‌های پیشگیرانه تا حد افراد و حتی به دلایل پوچ دست می‌زد. در این باره او اعتراف می‌کند که اشتباهاتی کرده است. لوموند سپس از قول پاتریک بودوان وکیل دادگستری نوشت: آقای بروگیر رفتار یک قاضی سیاسی را از خود نشان می‌داد. در پرونده‌هایش ابتدا یک حقیقت پیشاپیش تعیین شده را می‌گرفت و تمام تحقیقش را در مجرایی هدایت می‌کرد که به تأیید و تصدیق نهایی آن حقیقت مکشوف بیانجامد. لوموند در همین مقاله افزود: مارک ترویدیک میپذیرد که متد بروگیر محاسن و معایب خود را داشت. بروگیر بر این باور بود که دروازه های تحقیق بین المللی را بر خود میگشاید، در حالی که در این مسیر بیشتر در معرض توطئه و تحریک قرار میگرفت. در مورد پیوندهای ویژه و ممتاز وی با سرویس های مخفی هم همینطور. البته اطلاعات بسیاری دریافت می‌کرد، اما ناگزیر باید تنها بر همین اخبار و اطلاعات تکیه می‌کرد. و نهایتاً می‌افزاید: توصیف او به عنوان قاضی منطق دولتی کاملاً غلط نیست، چرا که منطق دولتی یا حکومتی الزاماً چیز بدی نیست، اما به ندرت با وظیفه یک قاضی تحقیق که همانطور که از نامش برمی آید تنها هدفش جستجوی حقیقت است مطابقت دارد. اما اعتراف شگفت‌انگیز آخوندها به حراج ثروت‌های مردم ایران در پایان عهد شیراک و در شرایطی که هنوز 6 ماه به انتخابات فرانسه باقی مانده بود صورت گرفت. آخوندها از شیراک که حتی یک بار بمب اتمی را هم برای آنها مباح شناخت، اما تحت فشار آمریکا زود پس گرفت، درخواست‌های هرچه بیشتری داشتند. از سرکوب مجاهدین و مقاومت ایران گرفته تا مسئله هسته‌ای و سیاست فرانسه در خاورمیانه. وقتی هم که شیراک یارای بیشتر دادن به آنها را نداشت، او را متهم به دودوزه‌بازی می‌کردند. سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی در 17 آبان 85 صریحاً تحت عنوان سهمی از غارت سفره‌های تمام ایرانیان برای آقای شیراک نوشت:
فرانسه در طول سالهای اخیر بیشترین بهره برداری های ممکن را از بازار پرسود ایران داشته و هنوز هم سعی دارد که بیشترین سهم از کیک لذیذ اقتصادی ایران را به خود اختصاص دهد. پاریس می داند که با 25 میلیارد یورو سرمایه گذاری در طول 15 سال گذشته در اقتصاد ایران جای پای قابل توجهی به دست آورده است. ولی باید به رهبران پاریس بفهمانیم که دودوز بازی ممنوع. آقای شیراک نمی تواند هم با دشمنان ما برقصد و هم به ما چشمک بزند و از سفره‌های تمام ایرانیان سهمی را غارت کند. ماجرای قراردادهای عموماً یک طرفه‌ای که در نفت و گاز و ساخت و مونتاژ خودرو منعقد شده موضوعی نیست که اگر زیر ذره بین گذاشته شود باز هم سود یک طرفه‌ای برای مخاطبین فرانسوی به همراه داشته باشد. فرانسه با حضور در بازار پرسود ایران در واقع یک دکان دو نفش دایر کرده است. بایستی به پاریس هشدار بدهیم و به آنها بگوییم دست آقای شیراک و دستیارانش را خوانده ایم و کاملا واقفیم که آنها صلاحیت های لازم برای حضور بی حد و مرز در بازار پرسود ایران را مدت هاست که از دست دادند. بیایید با کنار زدن فرانسه از بازار پرسود ایران به دیگران هم نشان دهیم روابط اقتصادی سیاسی با ایران حساب کتاب دارد و بایستی قواعد خاص آن را دقیقاً رعایت کنند. واضح است که منظور رژیم از این قواعد خاص چیزی جز تن دادن به خواسته های ننگین فاشیسم مذهبی و استمالت هرچه بیشتر آن نبود. صبر کنید ببینیم پرونده رسوای 17 جوان بعد از 4 سال حالا که آقای شیراک رفته و بازپرس مربوط هم به نوشته مطبوعات فرانسه از دادگستری معلق شده چه مدت دیگر دوامی آورد. پرونده‌ای که ابتدا حول تروریسم و عملیات تروریستی مجاهدین در اروپا شکل گرفته بود در مرحله اول به حمایت مالی از تروریسم و در مرحله بعدی به اختلاس مالی و پولشویی تنزل پیدا کرد. بگذاریم که هرچه مسئول مالی برادرمان ابوالقاسم رضایی در این 4 ساله درخواست استماع و بازپرسی نمود جز یک بار او را نخواستند و آنچنان که خودش در برنامه ارتباط مستقیم فاش کرد همان یک بار هم عمدتاً به سؤال و جواب پیرامون خانواده رضایی های شهید برگزار شد. اما عجبا که بچه جلادان و مأموران پیشانی سیاه اطلاعات آخوندی به وفور در اطلاعات فرانسه به شهادت فراخوانده شدند. میگویند که یک مأمور اطلاعات آخوندها به نام خدابنده و زن انگلیسی او که در شکنجهگاه اوین هم در حال خدمتگزاری دیده شده دست کم 16 بار علیه مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده این مقاومت برای اطلاعات فرانسه رقعه پر کرده است. به تازگی یک جلاد بچه تیغ کش دیگر به نام سوپانی که او هم از شهود اصلی این پرونده ننگین است در جریان اقدام به قتل و چاقو کشی علیه پناهندگان ایرانی در پاریس دستگیر شد و تحت پیگرد قضایی قرار گرفت. شگفتا که در این 4 سال درخواست شهادت دادن پارلمانترها و شخصیت‌های سیاسی از کشورهای مختلف جهان مانند درخواست‌های شهادت دادن هموطنانمان که کمک مالی کرده بودند بلا جواب ماند. سازمان مجاهدین خلق و مجاهدان مستقر در اشرف نیز به کلی نادیده گرفته شدند. از این پیشتر قاتلان دکتر کاظم رجوی نیز از فرانسه فراری داده شده بودند و چندین پرونده اقدام تروریستی ماموران رژیم علیه خود من هم در اطلاعات فرانسه بایگانی شده بود. این دیگر راز سربمهری نیست که در جریان معاملات پررشوه و سود نفتی و اقتصادی دو ویلپن وزیر خارجه سابق فرانسه و خرازی وزیر خارجه آخوندها در روز 24 آوریل 2003 2 هفته پس از سقوط دولت سابق عراق و از قضا درست در سال روز ترور کاظم
با یکدیگر همه چیز را با جزئیات برای متلاشی کردن و سربریدن مقاومت ایران صحبت و هماهنگ کرده بودند. ژورنال دو دیمانش 22 ژوئن 2003. بنابراین فاشیسم دینی در تبادل مستمر با اطلاعات فرانسه از قبل، حتی از روز و ساعت عملیات و تعدادی که قرار بود بعداً دادگاهی شوند مطلع بود و برای آن بیتابی می کرد. اطلاعات آخوندی پیشا پیش حتی یک نسخه نشریه مجاهد مجهول برای انتشار در روز بعد از عملیات آماده کرده بود. اما آقای شیراک که زبان تعادل قوا را به خوبی می دانست، تا گردآوری سلاح‌های مجاهدین در عراق تا پایان ماه می 2003 احتیاط به خرج داد و دست نگه داشت. سرانجام چراغ سبز عملیات 17 ژوئن با یک لشکرکشی که از 30 سال قبل در فرانسه نظیر نداشت، توسط بازپرس شعبه ضد تروریسم دادستانی پاریس قاضی بروگیر داده شد. چه بازپرس بی‌طرفی که بر روی بمب‌گذاری‌های رژیم در خیابان‌های پاریس در سال 1986 و بر روی تروریست‌ها و بچه جلادان اعزامی تماماً چشم می‌بندد، اما یقه قربانی را محکم می‌چسبد. در نخستین سالگرد 17 ژوئن سندیکای قضات فرانسه به همین خاطر بخش ضد تروریست کذایی را برای دستگیری گسترده اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در پرونده‌ای که در نقطه مرگ است یک دستگاه آلت دست توصیف کرد و سرفرود آوردن غیر قابل توجیه آن را در برابر مطامع سیاسی افشا و محکوم کرد. سندیکای قضات همچنین خاطر نشان نمود مقامات ایرانی در تلاش برای درست کردن شاکی‌های خصوصی هدایت شده در این پرونده هستند. اکنون از هر وجدان منصف و از هر قاضی بی‌طرف باید پرسید که مسئولیت جان باختن صدیقه مجاوری و ندا حسنی حقیقتاً بر عهده کیست؟ البته دیکتاتورها و دجالان و جلادان در طول تاریخ مسئولیت قتل و شکنجه قربانی را هم همیشه بر دوش خود او بار می کنند. در پرونده 17 ژوئن هم رژیم آخوندی و همدستان و مزدورانش به غایت تلاش کردند تا مسئولیت را متوجه رئیس جمهور برگزیده مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران نمایند. بار دیگر تکرار می کنیم که دولت و دادستانی فرانسه باید بلادرنگ ختم پرونده شرم‌آور 17 ژوئن را با همه آثار و عوارض آن اعلام کنند. این پرونده سیاه‌ترین لکه در مبارزه ضد تروریستی در اروپا و بالاترین مشوق برای دیکتاتوری تروریستی و مذهبی حاکم بر ایران بوده است.